چه هوای سردی امروز، چه سوزی میاد، چه سرد هوا. چای بخورم. مادر جونم سلام. سلام. قربونت برم مادر جونم، هیچکی تو دنیا همچی مادری نداره، مادر خودمه. حتما بازم یه چیزی میخوای که این بازی ها رو در میاری ها؟ اما دیگه هیچی نداری. آه نداریم با ناله سودا کنیم حسن جون. نه والا به خدا هیچی نمیخوام، فقط میخواستم بگم هوا خیلی سرده. خب اه سوزم میاد. عجب، سقف طویلم ریخته پایین. خب تو خونه که گرمه حسن جون. اه خانم حنا سرما میخوره ها، بذار بیارمش تو. تو رو خدا همان از دست تو. خوش اقلن یه ذره اخ تو کلت بود حسن، خجالت داره، ناسلامتی بزرگ شدی، باید کمک مادرت باشی، انقدر به فکر بازی گوشی نباش، بچه که نیستی. بذار بیارمش تو، گفتم تو رو خدا، گفتم جون حسن. اگه بابام زنده بود حتما میذاش بیارمش تو، کاش تو هم اقلن یه ذره جوسم داشتی. آخه حسن جون تو این یه ذره اتاق، تو این بوتی کبری چطور میخوای خانم حنا رو جاش بدی ها؟ من جاش میدم، من جاش میدم، بذار بیارمش تو. تو رو خدا اگه نذاری ها شب میرم تو طویله میخوابم، سرما میخورم، میمیرم ها. اما اگه بذاری عوضش. عوضش چی؟ عوضش هرچی بگی میگم چشم، هر کاری بگی میکنم. خیلی خوب حسن، برو بیایش. بیا بیا خانم حنا، خانم حنا، خانم حنا. اما حسن یادت نره ها، گفتی هر کاری بگم میکنی ها. باشه خانم حنا، بیا 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 خانم حنا، بیا بیا خانم حنا، بیا بیا. باشه یه شب که هزار شب نمیشه، بذاریم شب خوش باشه. تفلکی خبر نداره فردا باید بره خانوم حنا رو بفروشه. بذار بشینم. چه بازی دوست داری؟ نه هو هو هی هو هی هی. من که نمیدونم نه هو هو هی هو هو هی چیه. اتل متر بازی کنیم. نه خب اتل متر چطوره؟ گاو حسن چجوره؟ نه شیر داره و نه پستو، گاوشو بردن هندستو، یک زن کردی بستو، اسمشو بذار انقضی، دور کلش قرمزی، هاچینو واچین یه پا تو وچین تو وچین. از اول اتل متر تو
دوله گاو حسن چه جوره نشه ایتره و نبستون گاو شه بردن هندستون یک زن کردی بستون اسمشو بذار امغزی دور کلاش قرمزی هاچین و هاچین یه پا تو ورچین تو ورچین مام یک دو یک تو از اول اتر مطر تو دوله گاو حسن چه جوره نشید داره و نبستون گاو شما در هندستون یک سر کردی بستون اسمشو بذار عقضی دور کلاش قرمزی هاچین و واچین یه پا تو وچین منم مام یه پا دارم یه پا دارم یه پا دارم یه پا دارم یه پا سرم رم چقدر خود تو حرف مام چرا داد میزنی؟ مام با تو بینداز حسن جون یه دفعه هم که شده دست از بازی گوشی بکش به حرف مادرت گوش بده مام حسن جون پسرم ببین میدونم که خانم هنا رو خیلی دوست داری نه آره هم ما دیگه چاره ای نداری اگه اونو نفروشیم از گرسنگی میمیری نه خانم هنا رو بفروشی آره حرفش هم نزد خانم هنا رو بفروشی من از قصه دق میکنم تازه خانم هنا بی من میمیره حسن جون یه دفعه هم که شده عاقل باش هر کی بخره تش ازش مواظبت میکنه نمیذاره بهش بد بگذره تو هم بی خودی قصه نخور اگه یه وقت بردنش قصابی چی؟ نه 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 اگه یه وقت خوردنش چی؟ نه نه من نمیذارم نازه من خانم هنا رو دوست دارم آخه اون دوست منه حسن جون گاف که واسه آدم دوست نمیشه تازه حسن خانم هنا هم که کاری ازش برمیدار مگه دوستی واسه یه کاره چرو خدا نفروشیمش کنه سرا حسن جون ما مجبوریم چاره ای نداریم حاضری مادرت از گرسنگی بمیره عجب نکنه خانم هنا رو بیشتر از من دوست داری ما چرا گندم نکنیم گندم ها رو میفروشیم چی؟ ما که مزرعه نداریم یه باغچه داریم قد یه قربی ما که هیچی پول نداریم پوله بس رو از کجا بیاریم ها من کرم نمیشنوم ای حالا دیگه کر شدی چیزی نمیشنوی ها حسن گوش بده لجبازی رو بذار کنار بالاخره همه کارا درست میشه حسن الان دیگه وقت خوابه باید هر دومون بگیریم بخوابیم چون که صبح زود خیلی کار داریم حسن جون یا پسرم یا یه دفعه هم که شده به حرف مادرت گوش بده دست از لجبازی بکش من خوابم نمیاد نه گریه نکن گریه نکن دیگه چی شده اینطور گریه میکنی؟ میخواد ما رو از هم جدا کنه بالاخره هر کاری یه چاره ای داره من که هنوز نمردم که تو اینطور داری گریه میکنی کاشکی بابام زنده بود اگه بابام زنده بود ازش پول میگرفتی میدادیم به مادرم دیگه مجبور نبود اینطور رو بفروشی بگی بشین خسته شدی ها بشین باری تلا حالا بذار روز لحاف بندازم سرما نخوری آه تو قصه نخور بالاخره همه چی درست میشه ما بیا الان این لحاف میندازم روز بیا بیا خب خاشتی اقلن میشود یه جا خایمش کرد راشیده چرا اینقدر بزرگی که تو هیچ چی جا نمیشی ها؟ نه نه آخش مادرم میگه ها اون قدیما یه مرغی بوده تخمای طلا میذاشته یه چنگی هم بوده همه مردم بوده و خوشحال میکرده ما حسن باز که تو میداری بیا بگی بخواب نمیداری منم بخوابم ای عجب من چیه ها میام میخوابم بیدار شو دارم باید حرف میزنم باید در نیار خوابی تو اون چنگه و مرغه باورت میشه ما تو همه چی رو باور میکنی من که باورم نمیشه
حالا چی کار کنی؟ کاش که اقلن هیچی تو رو نخری. نه چی کار کنیم؟ ها فهمیدم. زرچوبه الان میرم هر چی زرچوبه تو خونه داری میارم میمالم به سر و صورت. زرد و زار میشه دیگه، هیچکی نمیخرتش. من اینجا ساکت بشین تا من بیام. صدا نکنی یا نه چرم حال شما چه داره؟ الحمدلله شما چه داره؟ برای بچه ها چه دارم؟ خوبی انشاءالله؟ الحمدلله. بله راستی ها معلم بفرمایی روزنامه چی نوشته؟ ای بابا هیچ خبری که نیست، همش همون حرفای همیشگیه. فقط اینجا نوشته که سرماخوردگی سختی بین بچه ها شایع شده. پس برای همینی که دواهای عطاری منو مثل نقل و نبات میبرن ها؟ حتما به همین خاطری که غیبت بچه ها این روزا زیاد شده. بله آقا. آقا معلم بفرمایید. شنیدم شما روزنامه هاتون رو جمع میکنی. بله آقا چطور مگه؟ میخواستم بگم اگه ممکنه یه مقدار از این روزنامه های باطلتون رو به ما بدین، توش دواهای عطاریمونو بپیچیم. آقا جان من دست سره که دارم روزنامه همو جمع میکنم، حالا تو میخوای برداری پاکتشو بکنی؟ چرا ناراحت میشی آقا؟ آفیت باشه آقا. خیلی متشکرم. مثل اینکه سرماخوردگی به منم سرایت کرده. راستی گلگاب زبونی چیزی داری به ما بدی؟ برای شما آقا آفیت باشه برای شما آقا معلم حتما داریم. خیلی متشکرم. مثل یه صدایی میاد آقا معلم. چیه؟ حسن شاگردتونه. حسنه؟ بله حتما گابش هم با خودش میاره مدرسه. ای آقا معلم گابو که مدرسه نمیارن. توجه بفرمایید. آقا معلم سلام قلیم آقا. سلام حسن جان، امروز نمیخوای مدرسه بیای؟ اجازه آقا. بله ما امروز باید گاومون رو ببریم بازار بفروشیم. نه امروز میخوایم جدول ضرب رو حفظ کنیم تا هم باید باشی. اجازه آقا. بله ما امروز باید گاومون رو ببریم بازار بفروشیم دیگه. به جای اینکه بیای مدرسه میخوای بریم گاوتو بازار بفروشی. تو رو خدا میبینی اینقدر سخت نگیرین آقا معلم. آقا کجا رو سخت میگیرم؟ راستی قلوم آقا حال پسرتون چطوره؟ این روز از بس حله حله میخوره، همش مریضه، باید تمام دواهای عطاری بدم اون بخوره. بله شما تو خونه، منم تو مدرسه، از دست این بچه ها عذاب میکشیم به خدا. شیرینیشم به همین عذابشه آقا معلم. بله آقا معلم. بله ساعت چنده؟ ساعت 8:30 قلوم. من باید دارم در دکون، چون الان مردم جمع شدن همه دوا میخوان. بله خواهش میکنم به من یه دقیقه فرصت بدیم. ما این حسن یه کاری دارم با هم دیگه میریم انشاءالله. ببین حسن جان. بله با تو هستم بسرم. بله اگه تو بخوای امسال درس نخونی و جدول ضربت هم حفظ نکنی و مدرسه هم نیای خب رد میشی. بله درس تو باید بخونی حسن جان. خب دیگه خداحافظ. خدا به جان عزیزتون. بابا من جدول ضرب بلدم. مگه چند بار جدول ضرب یاد میگیرم؟ 3-4 تا؟ 4 تا؟ نه بله تو که جدول ضرب بلد نیستی.
تازه جدول ضرب که کاری نداره، بچه های دیگه که جدول ضرب یاد میگیرن که مجبور نیستن مواظب باشن که سی گاوشون نمبره، اصلا مجبور نیستن گاوشون رو بفتن. میخوای گاوتو بفروشی خاله؟ مادرت خبر داری؟ مادرمو خودش گفته گاومونو بریم بازار بفروشی. به حق چیزای نشدیده گروه یه سر به مادرت میزنم ببینم واسه چی دیگه میخواد گاوو بفروشه. خونه هست خاله؟ بله خونه هست. خوب شد خوب شد. میگم آه حسن جون داری میری بازار حواستو جمع کن خاله، تو بازار گرد زیاد. آره خاله مواظب باش سرتو کلا نذارن ها. آفر الانم زود را بیو قربونت برم که زود برگردی مادر دل واپس نشه. آفر چه پسر آدم حظ میکنه، 10 تا از این پسرا آدم داشته باشه دیگه هیچ قصه‌ای تو دنیا نداره. من میگه ها چرا با صدا تا انداختی به سرت؟ سلام علیکم خانم، سلام علیکم، داشتم میومدم دکون شما گوشت بخرم، انشالله که گوشت تازه داری. این روزا گوشتیه نمیاد زنه خانم، دارم میرم بازار ببینم گاوی گوسفندی شطوری وا دنبال گاو میگردی مشجر من؟ پس به جنبین حسن داره میره بازار گاوشو ببره بفروشه. مادرش گفته به شما هم یاد البته به جنبین هم داری که جمع مشجر پس یه وقت نکنی سر بچه رو کلا بذاری پیش خدا این کارام مشغول زامگی داره. بعد مشجر و این حرفا بابا ای بلا ماشاءالله چه گاوی. سلام حسن جون. سلام اشرفت، حال شما چطوره؟ شنیدم میخوای گاوتو بفروشی حسن جون. نه خیلی داشتم باهاش بازی میکردم، خونه یه خاله کنون بره از این بره و از اون بره از این بره و از اون بره از اون بره. باز کنم رعنا خانم گفت میخوای گاوتو بفروشی. ای وای چه گاو چاقو چله ای هم هست. داشتم باهاش بازی میکردم، این چاقو چله بیچاره دردزار و لاغره داره میمیره، واسه همینه که میخوایم بفروشیمش. آره یه خورده زرد کرد یه خورده هم داره، حالا همینجوری دردزار چند حسن جون؟ ای بابا مشفت راستش مادرمون گفته گابو به آشکا نفروشیم، نیست که مریضه یه وقت چشممونو چشمش بیافته خجالت میکشیم. نه بابا مثل با این بچه نمیشه معامله کرد، بهتره برم پیش ننه حسن و گاو از اون بخرم. زد زیاد حسن جون. خدا به شما مشتی جفت قصابم من تو قصابی ارنام. آی داشتم زهر ترک می شدم نگفتم به سر صدا نکن، قصاب یه وقت میاد می بینته. حسن وای حسن شما چی باشی؟ من اومدم خانوم هنها رو از تو بخرم. منو خوابم از کجا میدونی؟ من همه چیزو میدونم پسر جان. خانوم هنها مریض آقا درد 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 آب موسیل و آسان ازار همه مریض داره. گفتم که حسن من همه چیزو میدونم. خانم هنه مریض آقا هست کن بسه حسن من خانم هنه رو از تو میخرم و حالشم خوب میکنم. حالا بیا یا پسر جان میخوام یه چیزی بهت بدم. بیا یا این لو
لوبیای سهرامیز مال تو. لوبیا؟ آره پسر جان، این لوبیای سهرامیز مال تو و خانوم هنا هم مال من. یا چیه دیگه؟ آقا بیا این لوبیا تو بگیر قوابه. آقا 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 کجا رفتی؟ آقا چرا رفتی؟ قوابه کجا بردی؟ قوابه بده من قوابه میخوام. من قوابه میخوام لوبیا نمیخوام. چرا حکیم نیستی من کلا میزنه؟ خدا وزیر سازه. آره ای با قلی درم با قلی درم با قلی سازه، خدا وزیر سازه، خدا وکسین سازه. حسنه حسنه. آره بابا بدون داره چی کار میکنه؟ دوستان آخ تو کلش نیست. نه بابا تازه ارزون پدر یه همچی پسنی به دنیا بیا. ببین مادرش هم از دستش دیگمرد شده. چی شده حسن داری گریه میکنی؟ گریه میکنی؟ من داشتم قوامو میبردم بازار بفروشم. یک پیره مرد عجیب و غریبی اومد قوامو خرید، بعدشم نفهمیدم چی شد. نه بابا نه بابا، مگه تو قوامتو بازار نمیبردی بفروشی حسن جون؟ چرا؟ اما اون به جای پول فقط همین لوبیا رو به من داد. لوبیا؟ 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 این بهتره یه رو ده یه راست شکمشی راست شکمشی دره برده بلا میگه برده بلا میگه. گفتی حسن جون قابط دادی و این لوبیا رو گرفتی؟ آره لوبیا رو گرفتی؟ آره بله چیز مرده گفت رویاش سهرامیزه تازه اسم من و گاوم هم میدونه. گاوش هم اسم داره؟ گاوش هم اسم داره. نزنگ همراستی اسم گاوت چی بود؟ اسم گاوم؟ اسم گاوم خانم حنا. خانم حنا بهترون اسم گاوت رو میذاشتی عزم و زدره. ببینم از هستون، ببینم از هستون. گفتی که لوبیا سهرامیزه؟ لوبیا او سهرامیزه؟ از من خود پیره مردم سهرامیز میده؟ نه بوده. خب از من جایی گوشش دو تا برگ کاهو بوده. نه بوده. این دماغ هم داشت؟ بله. جای دماغش یه دونه گوجه فرنگی نمیده؟ وای بله. ببینم از انجون ریش هم داشت؟ بله. تو ریشش گندیش هم بود؟ وای نه کنه ما عذیتش کردیم. دیگه اما بریم وارتا یا خود رو بخواهم بریم دیگه. بسه بلند شم ای باقلی درم باقلی درم باقلی تازه خدا وسیل سازه. نیومم، معلوم نیست کجا رفته. کجا دنبالش بگردم؟ انگار آب شده رفته زیر زمین. نه خیر نیومم،
خدا کنه بلایی به سرش نیاورده باشم، کلا سرش نداشته باشم. حالا چیکار کنم؟ بذار چشمم به چشمش بیفته، میدونم باهاش چیکار کنم. صبر کن بذار ببینمش. هر وقت بهش یک کاری گفتم رفت سراغ بازیش، اصلا به فکر من نیست. چقدر باید ریخت بخورم از دست این. بذار بیاد، بذار بیاد، میدونم باهاش چیکار کنم. صبر کن. سلام. بله. کجا رفته بودی؟ چرا اینقدر دیر کردی ها؟ داشتم دق میکردم ببینم گاو رو فروختی یا نه؟ فروختمه. زودتر بگو جونم رو به لبم رو. چند فروختی؟ ایناهاش. ایناهاش؟ ببینم چه لوبیای بزرگی، چه رنگی داره. گاو داده اینو گرفتی؟ خدا پیرمردی که خریدش فقط همینو به من داد. پیرمردی که خریدش فقط همینو داد؟ مگه عقل از فرد فریده؟ منو بگو که عقلمو دادم دست این یه وجبی خلوچه. حالا چه خواهی قسترم کنم؟ آخه حسن این لوبیا به چه درد من میخوره ها؟ اه چرا انداختیش بیرون؟ چرا انداختیش بیرون ها؟ ندیدی چقدر بزرگ بود؟ ندیدی چقدر قشنگ بود؟ پیرمرده گفت جادوییه، گفت سهرامیزه، تو انداختیش بیرون؟ جادوییه؟ سهرامیزه؟ چه میخوایی دست از این حرفات برداری؟ آخه جادو چیه؟ تلیف چیه؟ دیدی چه گلایی سرمون رفت؟ لابد میخواستی بکاریمش تجاش درخت طلا در بیاد، ها؟ پیرمرده اسم منو میدونه، اسم گامم هم میدونه، حتماً اسم بابا من میدونست. بی خود داغ منو تازه نکن ازن. تا کی میخوای تو عالم جن و پری باشی؟ گاهی تو گیر میکنی یاد بابات میافتی. همه مردم ده ما رو میشناسن، اسم تو رو هم میدونن حسن. ببین چه کارایی آخه میکنی. منو بگو که فکر میکردم الان باجیب پر از پول میاد، میرم آذوقه و ایزوم میخرم شام میپزم، دیگه یه لقمه نونم نداریم. بیا دماغت با این پاک کن. بده من، تو به من چیز یاد میده. چرا گریه میکنی؟ خب گریه نداره که، تو خودت همیشه قصه هایی که تو جادوگر بود میگفتی نمیگفتی ها؟ تو قصه اون پیره مرده رو که به اون پسر چراغ جادو داد نگفتی؟ پاشو پاشو حسن، به جای این حرفا برو در خونه همسایه ببین یه ذره بهمون برنج خست میدن کته درست کنی. پاشو حسن. کی شام میخوره؟ من که شام نمیخورم. وقتی خانم حنا نباشه منم هیچی نمیخورم. بگو زورت بیاد بری در خونه همسایه. میگی شام نمیخورم، اگه شام باشه ماشالله ماشالله دو برابر منم میخوری. ببین ازن چه کارایی میکنی. آخه من از دست تو چی کار کنم؟ برم برم، اینجا موندن فایده ای نداره. برم یه چیزی تهیه کنم، هم خودم بخورم هم تو. میشام که نمیشه مون. همه چیزو من باید تهیه کنم، همه چیزو من باید گیرم. آخه این که نشون زندگی. خانم حنا ببین، حالا تو نیستی، من اینجا تنها موندم، همه به من دعوا میکنم. اگه اینجا بودی اقلا با هم اصل مثل بازی میکردیم. حالا من چی کار کنم؟ تنهایی موندم. خانوم حنا، خانوم حنا، دلم
که گرفته خوابیده. حسن پاشو پاشو، مگه صدای خروس رو نشنیدی ها؟ صبح شده، بس بخواب، پاشو. من چرا اینطوری میکنی؟ من ورزش کنم. خیلی خوب، ورزشتو که کردی برو. دیگه خاکی به سرم شد.
من و مشرفا یک جو خبر کنم. اینجا بودم فایده‌ای نداره. بچه ها من دست کنم ناسی پسر جان، من همونیم که لوبیای سهرامیزو به دنیا خانم هنا، خانم هنا چیکار کردی آقا؟ کجا بودی شما؟ خانم هنا حالش خیلی خیلی خوبه. حالا به حرفم خوب گوش کن، ترستم فراموش کن. پشت این در یک کاخه، کاخ یک قول بیشاخه. قول؟ همون قولی که پدرتو خورده، چنگ جادو و مرغ سهرامیزو برده. وای قوله اینقدر آدم خورده که حسابشو از یاد برده. اون همش به فکر شکمه، حق تو سرش خیلی کمه. حسن عقل تو به کار بنداز، به هیچ کسم نگوراز. تو باید با اون بجنگی، میدونم که خیلی زرنگی. من با خوی بجنگم؟ آره. یعنی باش کشتی بگیرم؟ آره. من که نمی میتونی حسن، میتونی. تلسم قول به دست توست، حالا دیگه نوبت توست. تو پسر به این زرنگی، میتونی با غول به جنگی. حسن ها. اون درخت لوبیا تلس میشه، غول بیشاخ و دومس میشه. حالا برو، برو اون درو به صدا در بیار و اصلا هم نترس. فقط یاد نره حسن، خانم هنا منتظره. خانم هنا؟ آره خانم هنا. آقا کجا رفتی؟ چرا یه دفعه غیبت زد؟ خب حالا من مرد میدونم، باید برم با غول بجنگم. پیره مرده گفت من خیلی درنگم، میتونم با غول بجنگم. غول که ترس نداره. الان میرم در میزنم. ها ها کیه؟ چه خبره؟ کی وقت اینجا پیدا شده؟ کیه؟ کجایی؟ چی کار داری؟ حسن کیه؟ آی چه بزرگه! بچه یادم داد! اینجا اومدی چه کنی؟ الان شوهرم از راه میرسه، اینجا ببینت یک نقمه چپت میکنه. نداری بیان تو خانمو، خوشنمه خوشنمه، یالمه راه اومدم. بهت که گفتم از همون راهی که اومدی برگرد و برو. شوهرم تو رو میخوره، پدر منم در میاره. منو میخوره؟ مگه بچه آدمم خوردنیه؟ ساده من پسر خوبیم. قول از بچه میذاره، به خوب و بعدش هم هیچ کاری نداره. اون هر آدمی رایی رو که ببینه میخوره. وای
خیال میکنی بی خودی بهش میگن قول؟ برگرد و برو تا نایمده، برگرد و برو. بذاریم بیام خوب خانم، گشنم، تشنم. خانم بذاریم بیام تو گشنمه، تشنمه، بذاریم بیام. خیلی خوب هسته ها، چقدر سر صدا میکنی، بیا تو به جهنم، ولی هر چیزی دیدی از چشم خودت دیدی ها، بیا تو. نظر مادر، اگر یک بچه خون داشتم که دیگه غصه ای نداشتم، از دست اون نرغول انقدر عذاب نمی کشیدم. نه ندارم، دارم بیا بالا به هداب بدم بخور تشنم. آی نمیتونم بیا بالا دیگه. من دیگه باید عجله کنم، هنوز غذای خوزه حاضر نیست، از راه برسه غذاش حاضر نباشه دنیا رو رو سرش میداره، خونه رو به هم میریزه، یک خول شیکمویه که تو هم روزاش خستگی تو در کن و برو. چه بوی خوبی داره، یه ذره از اون غذاتون بدین به منم بخورم. بله انگار که به غذای خون میشه دست زد. به غذای خون دست بزنی دنیا رو رو سرمون خراب میکنه. این چیه دیگه؟ صدای پایی Ready, hold my chest. Now I can.
خوب کشیدی شبونی سدش باش بریام 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 هی گل خانم بله میگم حالا چطوره بری مرغ تو طلا رو بیاری تا خستگی دیار خیلی خوب برو بیارش خیلی خوب بی خودی دارم نزن تو پاش بیارش تو پاش بیا ایش بی توش ایش بیا بود 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 بود
پسره یه بپریده نیم وجب یه پاک خیلی بسده. حالا من چه خاکی بسترم بریزم؟ چیه؟ چه خبرته؟ چرا نمیذاری یه دقیقه کپل مرگمو بذارم؟ خب بذار. شنیدی؟ صدای
چشماتم ببند برای سوقات آوردم. حسن رفتی دیر برگشتی، حالا بازی هم در میاری؟ عمو از دست تو خواهر، خب بگیر بشین، بلکه یه فکری تو کله اون بچه هست، چش بستن که کار نداره. سلام خاله لعنه، شما چشمات رو ببندی. چشم سلام تو، اما میدونم همش بازی گوشیه. ببن بابا ببن، ببن دیگه، یه چشم دوازه. چه مرگی مرگونه اون قد و بالا مرگ به این قشنگی از کجا بردی ها؟ الان براتون میگم مرگ تو تلاوی بالای هنائی تخم تلا برام بذار دار و دار و دار گیر و گیر و گیر
هیچ وقت هیچی نیست. چی کار داری؟ منم نرگس. نرگس دیگه چیه؟ برو به کار نرسه داری، برو به کار. نرگس چیه؟ چی کار داری؟ کجایی؟ آی بازم که یک آدمی زاد. اه امروز اینجا چه خبر شده؟ چقدر آدمی زاد. برو پیکارت، برو پیکارت، من دیگه گول نمیخورم. برو پیکارت. خواهش میکنم درو نبندی. همه میگن شما خیلی خانم مهربونی هستی. چی گفته؟ چی گفته؟ خب دیگه هم نمیگن، فقط میگن شوهرتون خیلی بد اخلاقه. بله؟ پشت سر شوهر من؟ پشت سر شوهر من کسی حرف نزنه. شوهر من بهترین قول دنیاست. الانم از راه فرسته تو رو یک نقمه یک شفت میکنه. بذاریم بیان تو. هستم گوشنم بشنم یادم راه ندم بابا تو برد زدیم. به که گفتم من دیگه گول نمیخورم. من که نمیخوام شما رو گول بزنم. خب همه همینو میگن. انگار شده تا به حال کسی بیاد بگه تق تق تق. نه خیر، برو بیکارت، برو بیکارت. پس به خودی میگفتن شما خیلی مهربونین ها؟ نه اگر که همه گفتن که من خیلی مهربونم، یعنی همه ها همه، خب من واقعا مهربونم. من خیلی خیلی مهربونم. تو هم یه تو به درک هر چیزی هم که دیدی از چشم خودت دیدی بیاد. نیاوردم که بخورم. بازم بوی آدمیزاد میاد. بوی آدمیزاد از کجا میاد؟ اصلا آدم پیدا میشه؟ تو نازدی حوثشو کردی؟ هیچ بهانه شد. وای چقدر خوشتمه. شام منو بیارسن. تو الان نهار خوردی، چه خبره؟ درم ببوش نزدیک. آهای این طرفا نیا تو این دست تموم. آهای موش موش. من از موش متنفرم. اما اگر آدمی زاد به چنگم بیفته استخوناش رو پاک میکنم. آخ میسازم میدم به تو. جون میپسی من میخورم. باید بامبوهاشم رشته به رشته برام درست کنی. آخه من که بلد نیستم با موهاش رشته به رشته درست کنم. خب باید یاد میگرفتی. زود باش شام من رو بیار. خیلی خوب. زود باش، زود باش.
شام میخواد. لطفاش شام میخواد. ساکت بخواد. ریم نیم نیم درخت بودو درخت بادو میرم از اینجا ای بیشا خدا
دلی بیا خونه دی حیا رو پاشو بیا خونه سر بازا رو دلی بیا خونه دی حیا رو پاشو بیا خونه بر آزا رو دلی بیا خونه دی حیا رو پاشو بیا خونه دی Thank you.
زخم طویلم ریخته پایین. خب تو خونه که گرمه حسن جون. خانم حنا سرما میخوره ها، بذار بیارمش تو، تو رو خدا. همان از دست تو، خوش اقلا یه ذره اخ تو کلت بود حسن، خجالت داره، ناسلامتی بزرگ شدی، باید کمک مادرت باشی، انقدر به فکر بازیگوشی نباش، بچه که نیستی. بذار بیارمش تو، گفتم تو رو خدا، گفتم جون حسن. اگه بابام زنده بود حتما میذاش بیارمش تو، کاش تو هم اقلا یه ذره دوستم داشتی. آخه حسن جون، تو این یه ذره اتاق، تو این قوطی کبری، چطور میخوای خانم هنه رو جاش بدی ها؟ من جاش میدم، من جاش میدم، بذار بیارمش تو، تو رو خدا. اگه نذاری ها شب میرم تو طویله میخوابم، سرما میخورم، میمیرم ها. اما اگه بذاری عوضش؟ عوضش چی؟ عوضش هرچی بگی میگم چشم، هر کاری بگی میکنم. خیلی خوب حسن، برو بیارش. بیا، بیا، خانم حنا، خانم حنا، خانم حنا. همه حسن، یادت نره ها، گفتی هر کاری بگم میکنی ها. باشه، خانم حنا، بیا، 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 خانم حنا، بیا، بیا، خانم حنا، بیا، بیا. باشه، یه شب که هزار شب نمیشه، بذارم شب خوش باشه. تفلکی خبر نداره فردا باید بره خانم حنا رو بفروشه. یا خیلی خوب استا مادر جونم آوردمه. چی؟ گابه به این گندگی آوردی تو اتاق؟ آخه کی به تو گفت؟ تو خودت گفتی بیارش تو. من گفتم؟ نه. خیلی خوب، مواظب باش چیزی رو نندازه، جایی رو کثیف نکنه. چیزی رو نندازی؟ نه. نه، جایی رو کثیف نکنی. نه. نه. حالا بیا با هم بازی کنیم. بذار بشینم. چه بازی دوست داری؟ نه هو هو هه هو هه هه. من که نمیدونم نه هو هو هه هو هو هه چیه. عتلمتر بازی کنیم. نه. خب عتلمتر سوچوله گاو حسن چه جود؟ نه شیر داره و نه پستو، گاوشو بردن هندستو، یک زن کردی بستو، اسمشو بذار امغزی، دور کلش قرد. گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن دیگه. چی شده اینطور گریه میکنی؟ میخواد ما رو از هم جدا کنه. بالاخره هر کار یه چاره ای داره، من که هنوز نمردم که تو اینطور داری گریه میکنی. کاشکی بابام زنده بود، اگه بابام زنده بود ازش پول میگرفتیم میدادیم به مادرم، دیگه مجبور نبودیم تو رو بفروشیم. بگی بشین، خسته شدی ها، بشین. باری کلا، حالا بذار روز لحاف بندازم سرما نخوری. آه تو قصه نخور، بالاخره همه چی درست میشه. بیا الان این لحاف میندازم روز. بیا آها آها بیا. خب کاش که اقلا میشود یه جا قایمش کرد. راستی تو چرا اینقدر بزرگی که تو هیچی جا نمیشی ها؟ نه نه آخش مادرم میگه ها اون قدیما یه مرغی بوده تخمای طلا میذاشته. یه چنگی هم بوده همه مردم بوده و خوشحال میکرده. حسن باز که تو میداری؟ بیا این بیا بگی بخواب، نمیتونی منم بخوابم. این عجب من چیه ها؟ میام میخوابم. بیدار شو، دارم باید حرف میزنم، بازی در نیار خوابی. نه نه
تو اون چنگه و مرغه باورت میشه؟ تو همه چی رو باور میکنی، من که باورم نمیشه. حالا چی کار کنیم؟ کاش که اقلن هیچی تو رو نخرد. نه چی کار کنیم؟ ها فهمیدم، زردچوبه. زردچوبه. الان میرم هر چی زردچوبه تو خونه داری میارم میمالم به سر و صورت. زرد و زار میشه دیگه، نیشگی نمیخرتش. همینجا ساکت بشین تا من بیا. صدا نکنی یا نه یا No! چه هوای سردی امروز، چه سوزی میاد، چه سرد هوا. چایی بخورم. مادر جونم سلام. سلام. قربونت برم مادر جونم، هیچی تو دنیا همچین مادری نداره، مادر خودمه. حتما بازم یه چیزی میخوای که این بازی ها رو در میاری ها؟ اما دیگه هیچی نداری. آه نداریم با ناله صدا کنیم حسن جون. نه والا به خدا هیچی نمیخوام، فقط میخواستم بگم هوا خیلی سرده. خب اه سوزم میاد. ها 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 ها
شاد باشه آقا معلم. خیلی متشکرم. حال شما چه داره؟ الحمدلله. شما برای بچه ها چه دارن؟ خوبی انشاءالله. الحمدلله. بله بله. راستی آقا معلم. بفرمایید. این روزنامه چی نوشته؟ ای بابا هیچ خبری که نیست. همش همون حرفای همیشگیه. فقط اینجا نوشته که سرماخوردگی سختی بین بچه ها شایع شده. پس برای همینی که دواهای عطاری منو مثل نقل و نبات میبرن ها؟ آه حتما به همین خاطره که غیبت بچه ها این روزا زیاد شده. بله آقا آقا معلم بفرمایی. شنیدم شما روزنامه هاتون رو جمع میکنی. بله آقا چه تو مگه؟ میخواستم بگم اگه ممکنه یه مقدار از این روزنامه های باطلتون رو به ما بدین، توش دواهای عطاری مونو بپیچیم. آقا جان من دست چله که دارم روزنامه همو جمع میکنم، حالا تو میخوای برداری پاکتشو بکنی؟ چرا ناراحت میشی آقا؟ آفیت باشه، آفیت باشه آقا. خیلی متشکرم. مثل اینکه سرماخوردگی به منم سرایت کرده. راستی گلگام زبونی چیزی داری به ما بدی؟ برای شما آقا آفیت آفیت برای شما آقا معلم حتما داریم. خیلی متشکرم. مثل یه صدایی میاد آقا معلم. چیه؟ حسن شاگردتونه. حسنه؟ بله بله حتما گابش هم با خودش میاره مدرسه. ای آقا معلم گابش مدرسه نمیارن. توجه بفرمایید. آقا معلم سلام. سلام قلیم آقا. سلام حسن جان، امروز نمیخوای مدرسه بیای؟ اجازه آقا. بله. ما امروز باید گاومون رو ببریم بازار بفروشیم. نه نه. امروز میخوایم جدول ضرب و حفظ کنیم، تو هم باید باشی. اجازه آقا. بله. ما امروز باید گاومون رو ببریم بازار بفروشیم دیگه. به جای اینکه بیای مدرسه میخوای بری گاوت بازار بفروشی، تو رو خدا میبینی؟ اینقدر سخت نگیرین آقا معلم. آقا کجا رو سخت میگیرم؟ راست خالوم آقا، خاله پسرتون چطوره؟ این روز از بس حله حوله میخوره، همش مریضه، باید تمام دواهای عطاری بدم اون بخوره. بله، شما بله. تو خونه، منم تو مدرسه، از دست این بچه ها عذاب میکشیم به خدا. شیرینیشم به همین عذابش آقا معلم. بله بله بله. آقا معلم بله؟ ساعت چنده؟ ساعت 8:30 گلون. من باید دارم در دکون، چون الان مردم جمع شدن همه دوا میخوان. بله بله خواهش میکنم به من یه دقیقه فرصت بدین. ما این حسن یه کاری دارم با هم دیگه میریم انشاءالله. ببین حسن جان. بله. با تو هستم بسرم. بله. اگه تو بخوای امسال درس نخونی و جدول ضربت هم حفظ نکنی و بله. مدرسه هم نیای خب رد میشی. بله. درس تو باید بخونی حسن جان. بله. خب دیگه خداحافظ. خدا حافظ. به جان عزیزتون صد بار. بابا من جدول درس بلدم. مگه چند بار جدول درس یاد میدی؟ هاچینو واچین یه پا تو وچی تو وچی. از اول اتل متک تو طوله گاوه حسن چه جوده نشیتر و نبستون گافش بردن هندستون یک زن کردی بستون اسمشو بذار امغزی دور کلاش قرمزی. واچین و واچین یه پا تو واچین تو واچین. نه یک دو یک دو. از اول اتل متر تو طوله گاوه حسن چه دونده نشید درو نبستون گاوشو با در هندستون یک سر کردی بستون اسمشو بذار عقضی دور کلاش قرمزی. واچین و واچین یه پا تو واچین. منم ماه مام یک پا دارم یک پا دارم یک پا دارم یک پا دارم سرم رفت. چقدر خود تو حرف میزنی؟ آی مام مام چرا داد میزنی؟ مام پا تو بینداز. حسن جون یه دفعه هم که شده دست از بازی گوشی بکش به حرف مادرت گوش بده. مام حسن جون پسرم ببین میدونم که خانم هنا رو خیلی دوست داری. نه آره هم ما دیگه چاره ای نداری. اگه اونو نفروشیم از گرسنگی میمیریم. نه خانم هنا رو بفروشیم حرفش هم نزد. نه خانم هنا رو بفروشیم من از قصه دق میکنم. نه رازه خانم هنا بی من میمیره. نه حسن جون یه دفعه هم که شده عاقل باش. هر کی بخرتش ازش مواظبت میکنه، نمیذاره بهش بد بگذره. تو هم بی خودی قصه نخور. اگه یه وقت بردنش قصابی چی؟ نه نه نه
نه اگه یه وقتی خوردرشی نه نه من نمیذارم تازه من خانم هنا رو دوست دارم آخه اون دوست منه حسن جون گفت که واسه آدم دوست نمیشه تازه حسن خانم هنا هم که کاری ازش بر نمیاد مگه دوستی واسه یه کاره چرا خدا نفروشیمش کنه داره حسن جون ما مجبوریم چاره ای نداریم حاضر مادرین از گرستگی بمیره عجب نکنه خانم هنا رو بیشتر از من دوست داری ما چرا گندم نکنیم گندم ها رو میفروشیم چی؟ ما که مزرعه نداریم یه باغچه داریم قد یه قربی ما که هیچی پول نداریم پول بس رو از کجا بیاریم ها؟ من کرم نمیشنوم ای حالا دیگه کر شدی چیزی نمیشنوی ها؟ حسن گوش بده لجبازی رو بذار کنار بالاخره همه کارا درست میشه حسن الانم دیگه وقت خوابه باید هر دومون بگیریم بخوابیم چون که صبح زود خیلی کار داریم حسن جون بیا پسرم یا یه دفعه هم که شده به حرف مادرت گوش بده دست از لجبازی بکش نه من خوابم نمیام